آداب قضاء الحاجة. الدين الإسلامي علمنا كل شيء ولله الحمد، حتى كيف يتطهر الإنسان، كيف يدخل إلى دورات المياه، ماذا يصنع. آداب قضاء حاجات، دين الإسلام بما همه چیز رو آموخته، حتی روش قضای حاجت، این که چطور وارد سرویس های بهداشتی بشیم و قضای حاجت بکنیم و مسائل مرتبط با اون. قبل ان يدخل الى دورات المياه او قبل ان ينزع الثياب اذا كان مثلا يقضي الحاجه في الصحراء يقول نعم. قبل از اینکه وارد دستشویی بشه یا قبل از اینکه اگر در صحرا هست لباس های خودش رو در بیاره بدین شکل عمل میکنه که یقول بسم الله. بسم الله میگه. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. و این دعا رو میگه، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، و از خبث و پلیدی و شیاطین پلید به الله متعال پناه میبره. نعم. و اذا خرج يقول غفرانك، و يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، عكس المسجد والمنزل. نعم. و هنگامی که از دستشویی خارج شد میگه غفرانک، و البته این نکته هم توجه داشته باشیم که برای ورود به دستشویی پای چپ رو اول میگذاره و برای خروج از دستشویی اول پای راست رو، برخلاف مسجد که با پای راست وارد مسجد میشیم و با پای چپ خارج میشیم. ینقطع عن ذکر الله. و در دستشویی دیگه ذکر نمی کنه و ذکر رو قطع می کنه. حتی کلام الناس، یعنی لا يتكلم بكلام الناس الا لحاجه، انقطاع الماء مثلا عنه ممكن يطلب ماء، اما يتكلم بكلام الناس لغير حاجه لا. و بدون ضرورت هم از همین سخنان عادی که مردم میگن در این رابطه هم سخن نمیگه و در اساسا در دستشویی صحبت نمی کنه، مگر اینکه ضرورت و نیازی وجود داشته باشه، مثل اینکه نیاز به آب داشته باشه و آب طلب بکنه. نعم. لا يستقبل القبله ولا يستدبر حال قضاء الحاجه. در هنگام قضای حاجت رو به قبله یا پشت به قبله نمی ایستی و نمی نشینی. لا یأتی الحاجه فی اماکن یؤذی بها الناس حتی ولو کانوا کفارا. در اماکنی که موجب اذیت مردم میشه قضای حاجت، او قضای حاجت نمی کنه، حتی اگر این مکان ها مربوط به غیر مسلمان ها و کفار باشه. اماکن جلوس الناس تحت الظلال، اماکن مثلا یتشمس فیها الناس، الطرقات. نعم. مثل جاهایی که مردم می نشینن، مثل جاهایی که مردم اونجا به عنوان سایه ازش استفاده میکنن، یا مثل هر جای دیگری که مردم اونجا آفتاب میگیرن و به هر حال جز مکانهای مورد استفاده عموم مردم هست، در این چنین جاهایی قضای حاجت نمیکنه. نعم. ولا یبول فی الماء الراکد الدائم الذی لا یجری. و همچنین در آبی که دائما راکد هست و جریان پیدا نمیکنه، اونجا هم قضا حاجت و ادرار نمیکنه. یجب علیه ان یستتر عن اعین الناس. و بر او واجب هست که دور از چشم مردم قضا حاجت بکنه و پوشش مناسبی رو اختیار بکنه و در برابر انظار مردم نباشه. نعم. اما ادخل فی هذه الدورات المياه و اغلق الباب، او اذا كان في الصحراء في الخلاء يبعد او يستتر بحائط، بسياره، بشجره وما الى ذلك. اگر امکانش هست که در دستشویی قضای حاجت بکنه که خب طبیعتاً در رو میبنده، اما اگر در صحرا هست از مردم دور میشه و در پشت دیواری یا ماشینی و یا هر وسیله‌ای که ممکن باشه ازش به عنوان پوشش و برای اینکه در انظار مردم نباشه استفاده میکنه و قضای حاجت یصح ان یبول قائما بشرطین. و البته جایز و درست هست که ایستاده بول بکنه و قضای حاجت بکنه، البته دو شرط داره. نعم. الاول ان یأمن من انکشاف العوره، ان العوره لا تنکشف. اول اینکه مطمئن باشه که عورت او نمایان و ظاهر نمیشه، و شرط دوم اینکه نعم الثانی ان یأمن ان الرشاش لا يرجع عليه، یعنی رشاش البول. نعم. و شرط دوم هم اینه که در وضعیتی باشه که اثری از بول و ادرار بر اون نمونه، یعنی بدین شکل که قطراتی و ذراتی از اون بدنش رو آلوده نکنه. نعم. بالنسبه لاستعمال الماء هذا معروف، یعنی في التطهر بعد اتيان الحاجه، اما استعمال الحجاره المناديل نذكر يعني كيف يكون. در رابطه با طهارت با آب که خب مشهور هست، اما
به بیان مسائلی در رابطه با پاک کردن بعد از غذای حاجت با دستمال کاغذی و امثال اون میپردازیم. لا یمس ذکر و بیمینه، آلت تناسلی خودش رو با دست راست لمس نمی کنه. نعم، و اذا انقطع البول و الغائط یستعمل الحجار و المنادین لابد ان تكون طاهره لا نجسه. و در صورتی که از آب استفاده نمی کنه و از کلوخی، سنگی و چیزی مثل این استفاده میکنه، لازم هست که حتما اون شیئی که برای پاک کردن خودش مورد استفاده قرار میده خودش پاک باشه. نعم، ولا تكون محترمه، یعنی لا يمكن ان يستعمل اوراق العلم، المصاحف مثلا، اوراق المصاحف. نعم، و البته باید توجه داشته باشه که از وسایل و ابزاری که به نحوی از احترام برخوردار هست برای پاک کردن خودش استفاده نکنه، مثل ورقه ها و برگه های کتاب ها و نوشته های علمی که حاوی مطالبی هست. نعم، و كذلك اصلا لا يمكن له الدخول الى دوره المياه بالقران، بكتب العلم، بكتب الحديث. و البته باید توجه داشته باشه که درست و شایسته نیست که به همراه خودش کتاب قرآن کریم یا کتاب‌های حدیث و کتاب‌های علمی رو وارد دستشویی بکنه. كذلك لا يستعمل طعام الجن او طعام الانس او طعام دواب الانس او طعام دواب الجن. و درست نیست که اون چیزی رو که ازش تحت عنوان غذاها و خوراکی‌های دام‌های انسان و جن مطرح شده از این چنین وسایلی برای پاک کردن خودش استفاده بکنه. نعم، فاذا استعمل يستعمل اقل ما يكون ثلاثه حجاره، ثلاثه مناديل، لانه لو استعمل المنديل اكثر مره واحده اصبح نجس، الان لا يستطيع ان يستعمله في المره الثانيه. و لاقل باید از سه کلوخ و سنگ یا سه دستمال کاغذی استفاده کنه، چرا که طبیعتا با یک دستمال کاغذی که یک بار استفاده بشه دیگه برای پاک کردن مناسب نیست و آلوده و نجس شده. الا اذا كان المنديل كبير، الحجر كبير، يمسح من جهه ثم من جهه اخرى. نعم، مگر اینکه سنگ بزرگی باشه، کلوخ بزرگی باشه یا دستمال کاغذی دستمال بزرگی باشه که دوبار از یک قسمتش استفاده کنه و برای بار سوم هم از قسمتی دیگر. نعم، اقل المساحات ثلاث مساحات، قلنا اقل شيء ثلاثه حجاره، ثلاثه مناديل. گفتیم که کمترین سطح و مساحتی که باید داشته باشه برای سه بار کفایت بکنه، و چه سنگ باشه و چه دستمال یا شیء شبیه به. نعم، ان انقطع الخارج فلله الحمد. كيف يعرف أن الخارج انقطع وطهر المكان؟ يرجع المنديل أو الحجر جاف، ليس فيه أثر لا بول ولا غائط. برای اینکه بفهمه که به هر حال دفع بول و ادرار کامل انجام شده، میتونه سنگ رو و دستمال رو مجددا به محل خروج ادرار بکشه. اگر خشک بود بدین معناست که دیگه خشک شده و پاک هست. لكن ان رجع المنديل أو الحجر فيه أثر لابد ان يزيد على الثلاثه. و اگر دید که اثری از ادرار بر سنگ یا دستمال بود، در این حالت مجددا عمل استنجا و پاک کردن رو انجام میده و برای سه بار. نعم، لا، هو استعمال الماء هو الاستنجاء، استعمال الحجاره هو الاستجمار. البته این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که در عربی در استفاده از آب استنجا میگن و به استفاده از چیزی غیر از آب برای پاک کردن استجمار میگن، که بر اساس استفاده از اون ابزار پاک کردن هست، در برخلاف فارسی که در هر حالت عموما استنجا و پاک کردن گفته میشه. نعم، این انقطع الخارج به ست مساحات مثلا او ست حجاره، يستحب له أن يقطع على عدد وتر، يعني يزيد السابعة، وإن لم يزد فالفعل صحيح. اگر بگونه شد که افزون بر سه بار دیگر هم استنجا یا استجمار کرد، که البته خب گفتیم که عموما در فارسی کلمه استنجا رو به کار میبریم، مستحب و پسندیده است که یک بار دیگه بر اون بیفزاید تا وتر بشه و عدد فرد بشه و به 7 بار برسه، و این مستحب هست، واجب نیست، لازم و ضروری نیست.